سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به اولین قسمت از ولاگ چند قسمتی و اولین ولاگ مسافرتمون توی این چنل. بچه ها من یه مهمون ویژه هم دارم توی این ولاگ. گفتم اگه صداش دهی من نگمش بیا. ایشون مهمون ویژمون هستن که قراره 14 آگوست با هم دیگه بریم به سفر. بچه ها امروز 5 آگوسته و 9 روز دیگه تا روزمون مونده. من خیلی خوشحالم و تصمیم گرفتم که با هم دیگه توی اول قسمت وسایلامو شروع کنیم کم کم به جمع کردن. پس لایک و کامنت و سابسکرایب رو بهتر کنید. بزن بریم. خب من نشستم که قشنگ مسلط باشم و بتونم راحت وسایلم رو جمع کنم. آقا دو تا کیف در نظر گرفتم، یکی اینه و یکی هم اینه که این از این ازار کوچیک‌تره برای جمع کردن لوازم مدرسه و لوازم شخصی. احتمالا من بدونم که این رو جمع بکنم دوباره ببرم یه ارنجینگی بکنم، چون که واقعا نمیدونم که چند میل میتونیم به خودمون ببرم توی این پرواز و اینا و چه چیزایی رو از لیکوید حساب میکنن، چون که ما یه دفعه داشتیم میمدیم ریمل و اینجور چیزا رو از لیکوید حساب کردن. حالا بریم ببینیم جمع کنیم به کجا میرسیم دیگه. خب اول میریم از وسایله شروع میکنیم که لازمه توی این کیف باشه، توی این کیف بزرگه. وسایلی که تو این کیف بزرگ باید باشه از واجباته همه آرایش باکن، محلول آرایش باکن از برند ایوروشه. من تبلیغ نمی کنم اگر فقط که دوستای این برندش رو بدونیم. بعد کرم پود از برند ایوروشه، شماره روز سد، کرم از برند نیوا، کرم از دافتاب از برند کوپرتون، یعنی این چیزی ریمل از برند ایروشه، روژه لب از برند لنکوم، ریمل از برند دیور، حالا احتمالا این روزم توی اون کیف هم بعد روژ لب چند تا دونه، این از برند H&M، این از برند ایروشه، لوریه، پنکیک، لوریل، رولون، روشگونه و آره دیگه این از این کیف و بریم سراغ این کیف. دو تا روژ لب دم دستی، بالم لب، اینو میذارم توی این، یک عدد روژگونه، ژل موژ و ابرو، الکل صورت، فرچه روژگونه و باز هم روژ لب قرمز و بالم لب از برند کلارنس. این از اینا. تا قسمت بعدی بدرود. امروز روز دوم آماده سازی برای سفره و من امروز رفته بودم وان میز و ولاگشو قبلا گرفتم واسه تون، یا این بر یا این بر میذارم لینکشو، بریم ببینیم. یه خیلی کوچولو انجام دادم و گفتم که بیام جلوی دوربین با هم دیگه آنباکسش کنیم.
خرید کوچولی که انجام دادم از برند ریباک هست. ریباک هم که قاعدتا میدونین وسایل ورزشی و لباسای ورزشی داره و لباس مهمونی قاعدتا نمیتونم ازش گرفته باشم. پس بزن بریم آنباکسش کنیم. خب این پاکتشه. این جعبشه. و کتونی که من گرفتم این مدل هست، لژدار سفید. بریم که ترش رو با هم دیگه تمیز کنیم و بپوشم بهتون نشون بدم با استفاده از الکل 70%. تمیزش کنم بپوشم بیام. خب این همون کتونیه که الان با هم دیگه آنباکسشون کردیم. خیلی کیوت و مجملن. به روز سوم از جمع کردن وسایل برای سفر خیلی خیلی خوش آمدین. ما چمدونامونو از این کمد آوردیم بیرون و داریم دیگه کم کم شروع میکنیم به جمع کردن وسایل و اینجور داستانا. اینم اون وروجک گچنگ من، واسه جالبه تا حالا چمدون ندیده. همینجوری که داشتم جمع میکردم گفتم بذار ببینم بهتون نشون بدم ببینین چجوری میشم. واقعا یعنی اصلا هیچ ایده ای ندارم. این رو سریشه نه منتوشه. وارد فرودگاه امام میشیم ولی نه به این مرتبی و ترتمیزی و این داستانا. قایلن چشا یکی اینقدر پف کرده و ما میریم اونجا و با چشا پف کرده به همه سلام میدیم. این وضعیت تخت و چمدون منه. کم کم دارم جمع میکنم، احتمالا اینا رو بذارم تو کولم که راحت تر بهش احساسی داشته باشم. احتمالا هم بذارم تو کریان نمیدونم. حالا بریم ببینیم. آقا این هم هست، یه بسری دیگه هم هست، منطقه یه دارم مهمون تره. این واسه دیلیه، این واسه مهمونی. اینجوری. ولی خب با این وارد نمیشم دیگه. همینجوری که گفتم این بیشتر باید مهمونی است. مثلا اسپورت و بیلیوز. همیو. بریم ادامه. این
اینجا هم تو کوچه‌مون دوماد و ساتوشش اومده بودن عکاسی و فیلم برداری. به نظرم خیلی جالب اومد، گفتم برای شما هم فیلم بگیرم. در آخرم اتوبوس رو دنبالشون رفتم، خیلی جالب بود مگه نه؟ بچه ها کریانم رو جمع کردم، گذاشتم کنار و دیگه آماده رفتن به فرودگاه هستم. لحظه آخری گفتم این بالشتکرم در بیارم، خیلی نرم و راحت واسه تو هواپیما. واسه چشمندم داره واسه اونایی که استفاده میکنن. سلام بچه، صبحتون بخیر. بچه ها ما دیگه بیداشتیم، صبحانه خوردیم، الان دیگه داریم آماده میشیم بریم به سمت فرودگاه. دیگه منتظر ون هستیم که بیاد و بریم به سمت فرودگاه. این لباسمه، ساعتم تقریبا 9. اونم که اون وسایله که جمع کردم، کوله پشتی و اینجور داستانم. بزنیم به این فرودگاه، تو فرودگاه میبینم اتون. ما وسایله رو چیدیم تو سوار شدیم و این داریم این طرف فرودگاه. ساعت هم 2:07 است. بچه ما الان رسیدیم فرودگاه. بعد امارات هر کدوم از لایناش جداست. این لاین لاین اکونومیه، اون لاین لاین اونایی که آنلاین چکین کردن که اصلا کانتر تحویل بارشون هم جداست. بعد بیزینس و اکونومی و اینا. بعد هم الان تو صفیم که بریم بارا رو تحویل بدیم و دیگه بریم منتظر بمونیم تا ساعت 2:30. الان ساعت 10:52 است. آره آقا، من صبحونه نخورده بودم، الان اومدم از استرابرس کافی گرفتم و یه دونه از این ساندویچه صبحونهش بزنیم در بدن و صبر کنیم تا تایم پرواز دیگه. بچه ها الان ما همچنان تو لانج فرودگاه هستیم. اون هواپیمایی که اونجا میبینیم هواپیمای ماه. بعد ساعت 1:30 بوردینگش رو آغاز میکنه. الان ساعت 1:10 است. هلوشی 20 دقیقه دیگه. دیگه فعلا همچنان منتظریم تا ببینیم چی میشه. رفتم تو هواپیما. واسه تو فیلم میگیرم. فعلا. بچه ها ما داریم سوار هواپیما میشیم دیگه. و من خیلی خوشحالم. یعنی الان خوشحال ترینم. بچه ها ما سوار هواپیما شدیم. این کابین هواپیما بعد اینم که چیز دلم میخواد سریع برم کنکاجش کنم. اینم کنترلشه، ببینیم چه فیلم های داره واسه ایرانی موویز. ببینیم چه فیلم های هست فارسی. به به، چه فیلم های خوبی داره. ببینیم چی میشه. هم بهمون هدفون دادن هم پتو. فعلا بچه ها ساعت 2:50 استیقه هست که هواپیما شروع کرده به حرکت، اما دو تا هواپیما جلومونه منتظریم تا اونجا بیفتن لاین پرواز. بله
دلشون میخواد ببینن این دوتا چیه. اینا اونایی که میشینن جلو بچه دارن، اگه یه درخواست بکنین برای بسینت بهتون میدن. اینا ها اومد وصلش کنه اینطوری. تازه این کیف رو بهمون دادن، بریم آنباکسش کنیم ببینیم توش چیه. اینو بکش. مرسی. اینا که نمیدونم چیه. جوراب. چشم بند. مسواک و خمیدندون. اینم که خود کیفشه. تمام. یه چیزی که تو این پرواز خیلی واسه من جالب بود، خودشون میان عکس میگیرن ازتون، بعد با این کیسش بهتون میدن. خیلی خوب بود. چه باحاله. کیسشم تو خوشگله. بامزه است. اینم غذاشه، آنباکسش کنم بهتون نشون میدم. خب مرغ با برنج و دسرش و این سالادش و آب و نون و با هر نوشیدنی که بخوام. اینم که ژل زیتونی که از من هیچ وقت دور نمیشه. بچه ها ساعت به وقت کانادا 6:30، اما ساعت اصلی توی این منطقه 7:30. من واقعا خسته شدم، نمیدونم چی کار بکنم. گفتم بیام به شما یاد بگیرم. تونستم فقط یه ذره اصلی سینمای بخارست رو ببینم. بامزه از طنز. بچه یه توضیح راستی، چیز جالب داریم به روب شب میریم و این خیلی جالبه. بسیم بهتون نشون بدم. ببینم میتونم بخوابم چون واقعا خستم. آقا اومدن گفتن اسنک تایمه، پیتزا میدن اسنک تایم. ببین چیه. بذار روشم زده اوریجینال پیتزا ایتالیان. انباکسش کنم فیلم بگیرم.
بچه اینه ساعت به وقت تورنتو 8:30 اما تایم اصلی 1:30 نصف شب. نزنیم بر بدن بچه ها. یه چیز جالب همینجوری که داشتم اینو میخوردم پشت بستشم نگاه کردم دیدم این یه پر پیتزا فسقلی 340 کالری داره. مگه میشه؟ هنوز 6 ساعت دیگه تا دبی مونده. خسته شدم. بچه سلام. الان ساعت 12 شب به وقت تورنتو کانادا است و 4:30 صبح به وقت این منطقه که هواپیما میشه. بچه ها هنوز 5 ساعت دیگه مونده تا دبی. شیدم دیگه کم کم داره طلوع میکنه. هوا روشن میشه. آقا ما هنوز فعلا 3:55 دیگه مونده تا برسیم. بهترین قسمت سفر با امارات اینه که از بالا سر ایران رد میشی اما بعد بریم دبی استاپ داشته باشیم بعد از دبی بریم ایران. خیلی زوره. شکلنه از این قسمتش صدای منو میشنوید از بخش صبحانه تخممو میوه پنیر مربا یوگرت نون از اینجور چیزا و به علاوه آب میوه. بچه ها ما بعد صبحانه دیگه رسیدیم دبی و اومدیم لانج. این لانجشه. اینجا قسمت قهوه سازش و نوشیدنی ها و اینا. اینجا هم از این هست که مثلا بریم بشینیم توش و اینا. اون برم که رسپشنشه که مثلا پذیرش میشین و میتونیم بیاین تو. بعد هم یعنی تلویزیون و قسمت نشستن. اینجا هم باز قسمت نشستن به همراه میز. اینجا هم که همراه غذاها مثلا سالات ها فینگر فود ها. اینجا هم نوشیدنی خنک داره. ما این گیت هستیم. بچه ها به وقت دبی ساعت 2:10 است. هواپیما بوردینگش ساعت 2:15 شروع میکنه. حالا ما دیگر رو داریم میم سمت گیت و بریم سوار هواپیما بشیم و بریم اینجا. فیلن گیت B23 هست.
باشم بریم. التي تجلسون بها. شكرا على اختياركم. طيران الإمارات ونتمنى لكم رحلة سعيدة. بالاخره رسیدیم. من به شما سلام میکنم از ایران. امروز روز دومیه که من توی ایران هستم. گفتم بیام این قسمت رو همینجا تموم بکنم. امیدوارم که از این ولگ خوشتون بیاد. منتظر قسمت‌های بعدی باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا قسمت‌های بعدی خدافظ.